آخوند علم الهدا امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد ضمن تکرار اقرار ولی فقیه ارتجا به اشتباه خودش در مذاکرات برجام با آمریکا تلاش کرد تقصیر آن را به گردن دولت روحانی بیاندازد، در حالی که خامنه‌ای قبلا خودش به صراحت گفته است مذاکرات برجام با آمریکا را خود خامنه‌ای از طریق عمان و قبل از روی کار آمدن دولت روحانی شروع کرده بود. نماینده خامنه‌ای در مشهد در حرفهایش به وضعیت فلاکتبار خامنه‌ای در زیر فشارها و بحرانها اعتراف کرد. آقا می‌فرمودند خود آقای رئیس جمهور اعتراف کرد که اگر محدودیت‌های شما نبود ما بیشتر از اینا داده بودیم مملکت رفته بود. ما امیدواریم که عزیزان ما واقعا متوجه بشن وقتی مقام معظم رهبری با این صراحت میگن که علی ای حالن در همین مقدارم که ما جلو رفتیم و اجازه دادیم اشتباه کردیم، و بعد میفرمان تازه اینها اگر به خط به خطوط قرمز من عمل نکردن، اگر به خطوط قرمز من عمل کرده بودن اینقدر گرفتار نمیشدیم. خب به خطوط قرمز رهبری عمل نکردی دیگه. خب تا حالا دیدیم آقا ضربشو خوردیم، برگردیم یه مقدار نسبت به وضعیت الان تصمیمی الان میخوایم بگیریم واقعا با رهبری با یک اخلاص هماهنگ کنیم، نه ای که بیایم تو داخل کشور چرخ و پر اقتصاد و معیشت مردم رو جوری بچرخونیم که رهبری در یه فشار داخلی قرار بگیره، بعدم بریم بگیم خب آقا ما در این فشار حالا شما میگید چیکار کنیم، رهبری رو در این فشار داخلی قرار بدیم بعد بخوایم بگیم آقا هر چی شما میگید عمل کنیم. این واقعا خیانت، این جنایت، این درست نیست. آخوند علم الهدا در آستانه کودتای 28 مرداد به شیوه خمینی که از کودتا علیه دکتر مصدق خوشحالی میکرد کینتوزی آخوندهای ارتجاعی با رهبر نهضت ملی کردن صنعت نفت را برملا کرد و با وقاحت گفت یه عبرت دوم 28 مرداد: برادران و خواهران، مسئولین متدین و کارگزاران مؤمن این نظام، این فکر غلط مصدق بود، به قیمت یک ربع قرن اسارت این ملت تمام شد که ما بدون ارتباط با قدرت خارجی نمیتونیم زندگی کنیم. این پندار غلط رو شما از سر خودتون بیرون کنید. اگر بنا شد امریکا نباشد، اروپا هم باید نباشد. آخوند ابوترابی امام جمعه خامنه‌ای در تهران نیز درباره درماندگی رژیم در گرداب بحران ارضی گفت: آقای رئیس کل با دستور زید و عمر یک معاون، یک مدیر رو منصوب و عزل نکنید. آقا شما مسئولی، شما پاسخگو هستی. کشور دیگه ظرفیت این تکانه‌های ارضی رو ندارد.